خب من جای مختلف الاخر زندگی میکنم، آدم یه جای خونه داریم. خب من سال هاست شما رو کرونا ماسک میزنید، من 15 سال ماسک میزنم. حالا مثلا همسایی من بیپیچونه بندگون خدا، فهمی که من جزام دارم چی؟ چرا ماسک؟ کرونا که من اصلا پشتکبارو میزدم، گفتم آخ چون حالا راحت میتونیم ماسک بزنیم. دو تا همسایه داشتم بچه کوچیک داشتن، اول دوم شده جلو اینا من ماسک نمیزدم. چرا؟ چون میدونستم رندی ندارم. از را میومدم اینا نمیستم من کیم دیگه. حالا فامیله من همونجا تو آسانسور زدم این رفیعی فراری هر مورد خود صدا آسانسور نمیه، صدا را پله ما همه رم سر کار اونجوری. بعد اینا نه تابستون ها بیچاره کردونم برو توفنگ ها پشتشون آماده بیکار، فقط من بدبخت برسیم. میرسیدیم یه توفنگ ها پشه هم داشتن آبش تموم نمیشد و اینا خیس خالی میکردم برو. واه ولمون کن تو رو خودم، ما هم طبقه چهارم بودیم. یه روز دیدن نه اینا پرو شدن، نانو فریزر آب کردم و اینا داشتن بازی میکردن توی پارکینگ یا حیات داشت، پیلوت بودین طبقه اول پارکینگ هم. از بالا این که رد شد نانو فریزر چهار طبقه ول کردم پایین، پشتش مثل بمب ترکید. و همین چند روز پیش یه برنامه داشتم برای شبکه تلویزیون برای امام حسین، میگن یه حرف زن ده، یه پسری اومد 1.80 خورده قدش، گفت سلام منو میشناسی؟ گفتم نه. گفت خوب نگاه کن. گفتم قیافه داشتناس. گفت من محمد مهدی ام. گفتم نمیشناسم. گفت بابا آب مینداختی رو کلمون نمیدونم فلان. گفتم آه ماشاءالله نگاه شو بزرگ شد و فلان. حالا چی شد؟ یه روزی ما اومدیم ماشین پیاده شد، ماشین پارک کردیم، اومدیم میگفت تو رفیع نیستی. همین فلان فلان شد. گفتم چی میگی بچه؟ گفت من رفتم خونه مامان بزرگم، اینا بالا شهر بود، من اون موقع یه سخنی داشتم سمت ناحیه جماران، بنر ما رو زده بودم اونجا. این تا نگاه کرده بود پدر مادرش که ما رو بده ماست نهده به نشناخته بودن. یه گفته این همین آقای رفیعه همسایه‌مونه. گفته بوده چرت و پرت نگو بچه، این رایفی پوره. خب گفته به خدا همین شما بده ما جلو ما ماست نمیذاره. جلو ما بیهجاب بوده اون میشناخته. آقا همین ما دیگه اونجا رفتی. مثالم برای چی بود؟ جلو خدا رندی به خرج ندید. پدر سوخته بازی در نهید. صادقانه. لوری یه لوری. خود لوریش اینه. لوری میگن چی؟ یعنی صاف. یعنی پاک. صادقانه بدون رندی.